بسم خدا، درس این جلسه ما مربوط است به بخوانیم فارسی دوم دبستان. درسی که میخونیم درس هشتم هست. هر درسی که خونده میشه هم به مفاهیم درس توجه کنید، هم لغاتی که از لحاظ املایی ارزششون بالاست به اونها توجه بکنید، بعد به نکات نگارشی، به علامت هایی که در درس وجود داره به همش دقت کنید تا اینکه درس رو با کیفیت یاد بگیرید و خودتون هم بتونید از این لغت هاتون نوشته هاتون استفاده کنید. درس هشتم، از همه مهربانتر. یک روز از مادرم پرسیدم دعا یعنی چه؟ مادرم گفت دعا یعنی حرف زدن با خدا. در موقع دعا با خدا سخن میگوییم و از او یاری میخواهیم. وقتی فهمیدم دعا یعنی چه، تصمیم گرفتم که من هم دعا کنم، چون خیلی کارها هست که باید از خدا بخواهم در انجام دادن آنها مرا یاری کند. من دعا می کنم که پدر و مادرم همیشه سالم باشند. دعا می کنم پدر بزرگها و مادر بزرگهای مهربان پیش ما باشند، چون بازی کردن و حرف زدن با آنها را خیلی دوست دارم. روزی از مادرم پرسیدم چرا همه پدر بزرگها و مادر بزرگها را دوست دارند؟ مادرم گفت چون آنها بسیار مهربان هستند، همه را دوست دارند و به همه محبت می کنند. خدا کسانی را که به دیگران محبت و مهربانی کنند دوست دارد. خدایا، تو از همه مهربانتر هستی. من می دانم که تو انسانهای مهربان را دوست داری. پس همیشه سعی می کنم با هم کلاسی هایم و حتی بچه های کوچکتر از خودم مهربان باشم تا تو مرا بیشتر دوست بداری. بریم سراغ درست و نادرستی. میگه که سوال یک، ما در دعا با خدا درد دل میکنیم. درست. همه آدم‌های مهربان رو دوست دارند. اینم درست. ما فقط برای خودمان دعا میکنیم. نه. دعایی خوب و شایسته است که در اون دعا ما همه رو شرکت بدیم. گوش کن و بگو. دعا یعنی چه؟ دانش آموز ما بر اساس اون چی که در کتاب هست نوشته که دعا یعنی حرف زدن با خدا. البته این درس بخوانیم، نیاز به نوشتن نیست، منتها اینجا نوشته شده تا شماها نوشتش هم ببینید و بهتر استفاده کنید. چرا خدا رو شکر میکنیم؟ به خاطر نعمتهایی که به ما داده است. چه کارهایی میتوانی انجام دهید تا خدا تو را بیشتر دوست داشته باشه؟ دانش آموز ما نوشته 1. خدمت به همه. 2. شکر نعمت الهی. 3. مهربان بودن. واژه سازی. بستگان یعنی فامیل ها. از بستگان درجه یک ما پدر و مادر هستند. خب ما یه پدر بزرگ پدری داریم، یه مادر بزرگ پدری داریم. از طرف مادر پدر بزرگ مادری داریم و مادر بزرگ مادری داریم. حالا تو بگو، مثلا از طرف عمو پسر عمو داریم و دختر عمو. از جانب عمه پسر عمه داریم و دختر عمه. از طرف خاله پسر خاله داریم و دختر خاله. از بابت دایی دختر دایی داریم و پسر دایی. شما میدونید عمو و عمه فامیل های پدری هست، خاله و دایی فامیل های مادری. بیا آموزو بگو. به این کلمه ها توجه کن. کبرا، عیسی، مصطفی، یحیی، مجتبی، مرتضی. میگه حرف یه در پایان این کلمه ها صدای آ میدهد. درست. میگه حالا بگو چه کلمه ای در درس به کار رفته است که حرف یه در آخر آن صدای آ میدهد؟ کلمه حتی. شما اگر به درس رجوع کنید حتی رو پیدا میکنید. گفته پیدا کن و بگو. کلمه هایی رو که عین دارن، شما برید سراغ متن کتاب کلمه هایی که عین دارن رو پیدا کنید. حالا دانش آموز ما نوشته دعا یعنی موقع و سعی. جمله‌ای که علامت این تعجب رو داره آخرین جمله درس، شما اگر نگاه کنید
پس همیشه سعی می کنم با هم کلاسی هایم و حتی بچه های کوچکتر از خودم مهربان باشم تا تو مرا بیشتر دوست بداری. این جمله هست. خب، بازی و نمایش. این کار در کلاسه. نمیشه بازی و نمایش بدون کلام یا همون پانتومیم. پیشنهاد میده این کار رو مثلا با دوستانتون انجام بدید. چند نفر از دانش آموزان هر یک از موارد زیر رو به صورت نمایش بی کلام نشان دهد و سایر دانش آموزان موضوع نمایش را حدس بزنن. مثلا یک گروه این رو نمایش بدن. چند پرنده را که آب و دانه میخورند و از خدا تشکر میکنند. بعد یه موضوع دیگه رو گفته، کودکی که در حال دعا کردنه و موضوع سوم پیرزن یا پیرمردی که در حال دعاست. بخوان و حفظ کن. یه شعر برای حفظ کردن. مثل یک رنگین کمان شاپرک آمد کنار پنجره. شاپرک همین پروانه است. روی شیشه مثل برگی دیده شد. دست بردم تا بگیرم، او پرید. برگی انگار از درختی چیده شد. شاپرک باز آمد و آنجا نشست. بال رنگارنگ خود را باز کرد. آفتاب مهربان چون مادری بالهای نازکش را ناز کرد. پشت شیشه آفتاب مهربان می درخشید از میان آسمان. دیده می شد بالهای شاپرک روی شیشه مثل یک رنگین کمان. نویسنده آقای جعفر ابراهیمی، در واقع اون نام هنریش شاهد هست. خب یه حکایتی هم اینجا هسته، حکایتی هم که وجود داره، حکایت زیباست به نام همکاری. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و یارانش از شهری به شهر دیگر می رفتند. در راه خسته شدند و ایستادند تا کمی استراحت کنند و غذایی بخورند. یکی از یاران گفت من حاضرم که غذا درست کنم. دیگری گفت من هم آب می آورم. به این ترتیب هر یک از یاران انجام کاری را پذیرفتند. حضرت محمد صلی الله فرمودند من هم هیزم جمع می کنم و می آورم. همراهان گفتند شما استراحت کنید. ولی حضرت محمد صلی الله نپذیرفت و گفت من هم مثل یکی از شما هستم. در سفر همه باید همکاری کنیم. سوال کرده به نظر شما چرا پیامبر صلی الله پیشنهاد دوستانش رو نپذیرفت؟ یعنی چرا استراحت نکرد؟ دانش آموزمون نوشتن که نخواسته که کار خود رو به دوش دیگران بگذارد. پس پیامبر اسلام از موقعیتشون در واقع سوء استفاده نکردن و مثل دیگر افراد و اصحاب مشغول کار و همکاری شدن. فکر میکنم درس تمام شد. تا ویدیوی بعدی میریم سراغ نوشتن این درس. خدا نگهدار.